فکر کردم منو این مایتابه میدیگه من برای اینکه چند تا زرف کسیک نکنم من مایتابه که سبزیه رو سرخ کردم میدیدم یک کوچه ایستش رو میکنم و سبزیه رو برمیدارم پیازمونو که سرخ کردیم رنگش که به طلایی خورد گوشتمون رو اضافه میکنیم گوشت قرمه سبزی اگه یکم چربی داشته باشه که قرمه سبزیتون خوشمزه تر میشه گوشت رو با پیازمون حسابی کف میکنیم بعد بهش ادویه همون رو اضافه میکنیم رنگ گوشتمون که عوض شد و اون حالت خامیشو از دست داد نوبت اضافه کردن ادویه هامون من از زردچوبه به مقدار لازم حالا هر چقدر خودتون صلاح دیدین فلفل سیاه یک کمی فلفل قرمز استفاده میکنم و نمک اضافه نمی کنیم چون نمک باید که گوشت دیر تر بکرده موقعی که گوشت آخری مرحله مون بود و گوشتون پخته شده بود دیگه قرمه سبزی اون موقع یه مقدار نمک بهش اضافه می کنیم گوشت به حساب با ادویه ها تفت می دیم تو این مرحله من سبزی ما که از قبل یکمی سرخ کردم رو گوشت اضافه می کنم حسابی همین زنیم مزه گوشت و سبزی به خورد هم دیگه بره به این مرحله که رسیدین و گوشت و سبزی به خورد هم دیگه رفته بودن حسابی با پیاز سبزشون داده بوده نوبت اضافه کردن لوبیاها یه که من از قبل پختم لوبیاها شما میتونید از شب قبل فریز کنید یه پزید فریز کنید توی فریزر داشته باشید یه که همون روز به پزید رو اضافه کنید لوبیا همونو به سبزی ها و گوشت اضافه میکنیم و یه تفت میدیم توی این فاصله یه مقدار آب میذارم که جوش بده خب یه مقداری آب جوش که درست کردیم رو بهش اضافه میکنیم و لیمو آمونیوم میخوایم که من اینجا گذاشتم که دم دستم باشه حدودا 4 لیوان آب جوش رو ما به گوشت و سبزیمون اضافه میکنیم چون آبمون جوشه سعی قل میزنه ما بعد از اینکه قرمه سبزیمون به قل خوردن افتاد زیرش رو کم میکنیم و میذاریم تا یه خورده جا بیفته بعد لیموامون رو اضافه میکنیم 3-4 تا لیمو امانی رو برمیداریم حالا با توجه به ذائقه خودتون اگه ترش دوست داریم میتونیم بیشتر استفاده کنید از وسط نصفشون میکنیم لیمواتون رو به این شکل از وسط نصف کنید هسته هاشو در بیارید که قرمه سبزیتون تلخ نشه توی یه لیوان آب جوش هم رو میریزم لیموام رو میریزم توی اون لیوان آب جوش و میدم حدوداً 10 دقیقه اینا بمونه بعد آبش رو میریزم که غذام تلخ نشه و بعد اضافه میکنم با قرمه سبزی چند باری فشارشون میدیم تو آب جوش قشنگ آب اول لیمو رو میریزیم دور و یه مقدار آب میریزیم روی لیموامون و به قرمه سبزیمون اضافهش میکنیم مراقب باشین نسوزیم که من با این دستگیره گرفتم زیر غذامون حسابی کم میکنیم و اجازه میدیم جا بیفته و تا زمانی که هم گوشت نپخته بهش نمک اضافه نمیکنیم من یه چند ساعتی گذاشتم قرمه سبزیم جا افتاده گوشتش رو تست میکنم بعد ببینم نمکش رو اضافه کنم یا نه دونه گوشت برمیداریم توی بشقاب میذاریم و من همیشه با کفگیرم تست میکنم
اینه که کاملا پخته و وقت اینه که نمکمون رو اضافه کنیم. اینم یه قرمه سبزی خوشمزه جا افتاده میشه جان. خوشحال میشم که اگه دوستش داشتین لایکش کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید.